آینده رانندگی خودرانی که از موضوعات نمایشگاه خودروی پاریس. بسیاری از تولید کننده های مهم مانند فورد، مرسدس، بی ام دبلیو و ولوو در حال آزمایش خودروهای اتوماتیک هستند. به نظر می رسد رسیدن به خودروی خودران کامل در ترافیک شهرهای بزرگ هنوز سالها از ما فاصله دارد. فناوری رانندگی خودکار در حال تکامل دائم است. سال آینده در خط تولید شاهد خودروهایی هستیم که میتوان 30 ثانیه فرمان آنها را رها کرد و در بزرگراه خودران هستند. پیش بینی میشود هر 5 یا 10 سال راننده کنترل بیشتری را به خودرو واگذار میکنند. تا 15 سال دیگر رانندگی به طور کامل به خودرو محول خواهد شد. مرتبط بودن خودرو و خدمات جدید رصد ترافیک دو عرصه مهم پیشرفت در این صنعت است. این فناوری جلوه خودرو و همچنین ارتباط انسان با اتومبیل را تغییر می‌دهد. از جمله کنترل پدال گاز. سردبیر مجله اوتوکار میگوید این تحول در راه است، ولی بحث اصلی خودروسازان بر سر میزان اتوماتیک شدن رانندگی و میزان کنترل راننده است. به علاوه مسئله قوانین راهنمای رانندگی و کارشناسی تصادفات احتمالی نیز مطرح است. کارخانه ها فناوری خودران را عرضه کردن، ولی نکته این است که راننده ها تا چه اندازه آماده واگذار کردن اختیار اتومبیل هستند. این تکامل است. وقتی می توانم روزنامه و کتاب بخوانم یا چرتی بزنم، چرا مسیر خانه تا محل کار را روی رانندگی و خیابان تمرکز کنم؟ من به این نوع وسیله نقلیه اعتماد ندارم. سازندگان باید ممکن بودن آن را در سالهای آینده اثبات کنند. فعلا از همین خودروها راضی هستم. این فناوری دیر یا زود اجرا می شود. در سنگاپور اولین تاکسی خودران راه اندازی شد. هدف مقام ها خودران کردن کلی تاکسی های سنگاپور تا سال آینده میلادی است.